به نام خدا. شاگردای عزیز سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جور باشین، صحتمند باشین. خب شاگردای عزیز، قرار بود که کارخانگی رو به ما روان کنین، درست است؟ قرار بود چی است؟ کارخانگی رو به ما روان کنین. گفتیم که از طریق واتساپ، درست است؟ نمبر چی؟ 209647802554513. سیز روان کردین یا نه؟ و گفتیم که امی پول چی است؟ امی نمبر پول ارتباطی ما و شماست، درست است؟ اگر کدام سوالی دارید، کدام گپی دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، میتونید با ما در ارتباط باشید با امی نمبر، درست است؟ خب امروز ما و شما قرار است چه بخوانیم؟ فصل اول اعداد حقیقی جلسه پنجم. جلسه پنجم قرار ما و شما بخوانیم و فصل اول ما و شما در امروز چی میشه؟ خلاص میشه، درست است؟ خب ما و شما قرار است که امروز اهداف جلسه پنجم چی عنوان هایی رو بخوانیم. یک، توان صرف و توان منفی را میخوانیم، درست است؟ بعد از توان کسری و قوانین آن را میخوانیم و در آخر چی میخوانیم؟ ناطق سازی مخرج کسر یا گویا کردن مخرج کسر، درست است؟ پس ما و شما این سه عنوان را میخوانیم و چی میشه؟ فصل اول ما و شما خلاص میشه، درست است؟ بریم سر تخته که ما و شما انشالله بخوانیم توان صفر و توان منفی را. خب شاگردای عزیز، توان صفر و توان منفی را قرار است ما و شما بخوانیم. ما یک تا مثال برات کار میکنیم سر تخته، با توجه به این مثال هم توان صفر را میفهمیم هم توان منفی را میفهمیم. معنایش چی است؟ نگاه کنید، ما وقتی میگیم که 2 به توان 3، معنایش چی است؟ یعنی که 2 ضرب در 2 ضرب در 2، درست است؟ گفتم جلسه قبل که توان یک عدد به شکل است دیگه، نه؟ گفتم که علم چی است؟ قاعده را به تعداد توان نوشته میکنیم، بینش ضرب میمانیم، صحیح؟ جواب چند میشه؟ 2 2 4 4 2 8 میشه، صحیح؟ اما اگر ما داشته باشیم 2 به توان 1، معنایش چی است؟ یعنی فقط 1 تا 2 نوشته کنیم، رو گفتم دیگه. هر عدد توان داشته باشه توانش 1 است، درست است؟ اما اگر ما چی داشته باشیم؟ 2 به توان 0 داشته باشیم چی میشه؟ معنای از این چی است؟ یا 2 به توان -3 داشته باشیم معنایش چی میشه؟ توان میتونه منفی باشه دیگه. شما اگر یادتون باشه در یک سوال کار کردیم توان عدد ما چی شد؟ منفی شد، گفتیم در جلسه بعد براتون میگیم، صحیح؟ پس فکر کن ماشین جواب چی میشه؟ برای قرار است ما و شما امروز رو بخونیم، توان صفر رو بخونیم و توانی که منفی باشه بخونیم. ما یک مثال برات کار میکنیم، با مثال تشریح میکنیم برات که توان صفر چند میشه، توان عدد منفی چند میشه، درست است؟ پس بون ما یک تا مثال کار کنم. شاگرد عزیز دقت کن، پس توان صفر و توان منفی، دقیقا شاگرد عزیز، به عنوان مثل همین عدد 2، 2 را ما میگیم 2 به توان 1 چند میشه، 2 به توان 2 چند میشه، 2 به توان 3 چند میشه، 2 به توان 4 و به این شکل تا لایتناهی. شاگرد عزیز من در این پایین نوشته میکنم 2 به توان 1 میشه خود 2، صحیح؟ این خود میفهمیم 2 به توان 2 چند میشه، 2 رو باید دوباره در خودش ضرب کنید دیگه، نه؟ 2 2 چند میشه؟ 4 میشه، صحیح؟ بعدی اگه چند است؟ 2 به توان 3 چند میشه؟ 2 به توان 3، 2 رو 3 بار در خودش ضرب کن، 2 ضرب در 2 ضرب در 2، 2 2 4 4 2 8، پس چند میشه؟ 8 میشه، صحیح؟ 2 به توان 4 چند میشه؟ 2 رو 4 بار در خود ضرب کن، 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2. اونایی که فهمیدن بگن چند؟ 16. آفرین. از کجا فهمیدی؟ خیلی هایتون فهمیدین که اینی 8 اگه ضرب در 2 کنیم 16 میشه، بعدش 2 به توان 5 چند میشه؟ آفرین. اینی 16 رو ضرب در 2 کن،
چند میشه 16 ضرب در 2؟ میشه 32. احسنت. پس 2 به توان 5 ما و شما چند میشه؟ 32. 2 به توان 6 چند میشه؟ پس اینجا اگر باشه 2 به توان 5 صحیح، 2 به توان 6، 32 ضرب در 2 که چند میشه؟ 64. و تا لایه تناهی هم به این شکل ادامه دارد. صحیح؟ پس دقت کن شاگردای عزیز، 2 به توان 1، 2 به توان 2، 2 به توان 3، 2 به توان 4، 2 به توان 5، 2 به توان 6، 2 به توان 7 تا لایه تناهی. 2 به توان 1 2 است، 2 2 4، 4 ضرب در 2 8، 8 ضرب در 2 16، 16 ضرب در 2 32، 32 ضرب در 2 64، 64 ضرب در 2 128. آفرین، یعنی 2 به توان 7 میشه 128. صحیح، پس یک رابطه بینش برقرار است دیگه نه؟ اما اگر از او از سمت راست از چپ بیایم چی میشه؟ 64 تقسیم بر 2 کنی چند میشه؟ 32. پس فکرت باشه 32 تقسیم بر 2 16، 16 تقسیم بر 2 8، 8 تقسیم بر 2 4. پس اگر ما پیش بریم ضرب در 2 میکنیم، پس بیایم چی میشه؟ تقسیم به 2 میکنیم. صحیح؟ خب بریم یک پسی رو ادامه بدیم. فکرت باشه 16 تقسیم بر 2 چند میشه؟ 32. 32 تقسیم به 2 16، 16 تقسیم به 2 8، 8 تقسیم به 2 4، 4 تقسیم به 2 2. عالی دامش. 2 تقسیم به 2 1. آفرین، پس این باید 1 شود. این چی است؟ توان 1 تا 1 تا کم میشه دیگه نه؟ 4 است، 3 است، 2 است، 1 است، قبل 1 چی است؟ 0. آفرین، پس چی میشه این؟ پس این 2 به توان 0 بوده که چند شد؟ 1. فکرت باشه پس 2 به توان 0 چند میشه؟ 1 میشه. سایست و بازم ادامه بده به میشک دفعه در پس بیاینه. 2 تقسیم بر 2 شد 1. حالا 1 تقسیم به 2، 1 تقسیم به 2 خب کسری نوشتن، تقسیم نمیشه، کسری نوشتن میکنیم، میشه 1 بر 2. سایست، پس 1 بر 2، پس 2 به توان، توان از چی است؟ منفی از 0 کمتر 1 تاش کمتر چی میشه؟ منفی 1. قبل از چی میشه؟ 2 به توان منفی 2، 2 به توان منفی 2. پس به شک شد دیگه نه؟ تقسیم به 2، تقسیم به 2، کل اینا رو چی کردیم؟ تقسیم به 2 کردیم. صحیح؟ تقسیم به 2 به این شکل تقسیم کردیم، تقسیم به 2، تقسیم بر 2. صحیح؟ 1 تقسیم بر 2 به این شکل شد دیگه. شما 1 تقسیم بر 2 کنید، نگاه داشتم 1 تقسیم بر 2 به شکل کسی نوشته میکنم، میگم 1 بر 2 به شکل میتونم نوشته کنم. صحیح؟ خب ده اینجا چی میشه؟ تقسیم به 2 بکو، 1 بر 2 تقسیم بر 2. صحیح؟ میتونی چی نوشته کنی؟ بشه کسی نوشته کنی، بگی 1 بر 2 تقسیم بر 2، به 1 به 2 مخرج 1 میتیم، دور به دور، نزدیک به نزدیک، خود یاد دارین دیگه نه؟ 1 1 میشه 1، 2 2 هم چند میشه؟ 4. 1 بر 4. صحیح؟ پس اینجا چند است؟ 1 بر 4 است. پس اینجا میشه 1 بر 4. صحیح؟ پس 2 به توان منفی 2 میشه 1 بر 4. 2 به توان منفی 3 چی میشه شاگردای عزیز؟ این رو واسه تقسیم به 2 کو. 1 بر 4 تقسیم به 2، دور به دور، نزدیک به نزدیک کنی چند میشه؟ دقیقاً مال میشه بگید 1 بر 8. آفرین. واسه چی میشه؟ 1 بر 16، 1 بر 32. پس فکرت باشه توان اگر مثبت باشه خب میفهمیم، اما اگر توان منفی باشه، اما اعداد است اما در مخرج است، فکرت باشه. نگاه کن 2 به توان 3 چند میشه؟ 2 به توان 3 8 میشه، اما 2 به توان منفی 3 1 بر 8 میشه. 2 به توان 5 چند میشه؟ 32. 2 به توان منفی 5 چند میشه؟ 1 بر 32. آفرین، در مخرج 32 رو داریم. صحیح؟ پس فکرت باشه، پس دقت کن، پس این نکته بسیار مهم است. پس نکته بسیار مهم، یک عدد به توان 0 چند میشه؟ 1. ما در رابطه با 2 نوشته کردیم، شما اگر در رابطه با 3 نوشته کنیم بازم به همین جوابا میرسی. در رابطه با 4 5 6 هر عددی نوشته کنیم فرقی نمیکنه. پس نکته بسیار مهم، هر عدد به توان 0 چند میشه؟ 1 میشه. پس یک تا نکته بسیار مهم. صحیح؟ پس من نکات اینجا نوشته میکنم. نکته اول، A به توان 0 چند است؟ 1 است. پس این بسیار نکته مهمی است. هر عدد به توان 0 چند است؟ 1 است. ای یک عدد از هر عدد میتونه باشه. 5 به توان 0 بگین 1. آفرین. 10 به توان 0 1. جذر عبده به توان 0 1. صحیح؟ فرق نمیکنه هر عددی باشه. 1000 به توان 0 1. آفرین. پس هر عددی به توان 0 چند میشه؟ 1 میشه. پس این نکته بسیار مهم. طبق قضیه قاعده که ما نوشته کردیم، ما در رابطه با 2 نوشته کردیم، در رابطه با 3 4 5 6 هیچ فرقی نمیکنه، به این شکل نوشته میشه.
سیس فقط فکرت باشه در رابطه با 5 اگه شما نوشته میکنی 5 به توان 1 میشه خود 5، 5 به توان 2 میشه 25، 5 به توان 3 میشه 125. یعنی باید چی کنی؟ دهی بر اگه بری ضرب در 5 میکنی، پس بیای تقسیم بر 5 میکنی. در مو قاعده هر چی است، قاعده اگر 6 باشد پس بیای تقسیم بر 6، پیش بری ضرب در 6. سیس حالا قاعده ما و شما چند است؟ 2 است. پیش میریم ضرب در 2، پس میایم تقسیم بر 2 میکنیم. درست است؟ پس هر عددی به توان 0 چند شد؟ 1 شد. این ثبوتش هم به شکل است. پس یک تا نکته بسیار مهم. اما نکته دوم، توان منفی را مال گفتیم دیگه. توان منفی را اگه بخوای شما دریافت کنی گفتیم، اما توان مثبت در نظر میگیری، اما در مخرج باید نوشته کنی. پس نکته شما در این بالا نوشته میکنم برات در اینجا. صحیح؟ یعنی ما اگر داشته باشیم a به توان منفی n، صحیح؟ توان من منفی باشه، یک فرمول برات نوشته میکنم. اینو میتونیم نوشته کنیم که 1 بر a به توان n، انا مو عدده میبریم در مخرج توانش مثبت میشه. صحیح؟ 2 به توان منفی 3، صحیح؟ در اینجا گوش کن، من یک تا مثال برات کار کنم. امی 2 به توان مثلا باشه منفی 5، اینو گفتیم میتونیم نوشته کنیم 1 بر 2 به توان 5 چی میکنیم؟ مثبت میکنیم. صحیح؟ 1 بر 2 به توان 5. خب 1 خودش 1 است، اما 2 به توان 5 چند میشه؟ 2 به توان 5 32 میشه. پس میشه 1 بر 32. صحیح؟ پس فهمیدی چی رقم شد دیگه؟ پس این هم نکته بسیار مهم بعدی ما و شما. صحیح؟ این هم نکته بسیار مهم. پس اگر یک عدد به توان 0 باشه، 1 میشه هر عدد باشه، فرق نمیکنه. اگر یک عدد توانش منفی باشه، ما شما رو در مخرج میبریم، توانش چی میشه؟ مثبت میشه. درست است؟ پس فهمید چه رقم شد دیگه؟ پس این چی است شاگرد عزیز؟ توان 0 و توان منفی. درست است؟ خب شاگردای عزیز و گرامی، پس درس اول ما، عنوان اول ما و شما چی است؟ توان 0 و توان منفی را خواندیم، مثالم کار کردیم سر تختک، فهمیدیم چه شکل میشه. پس من تیک مارک میکنم. پس این چی است؟ ای از توان صفر و توان منفی. خب بریم عنوان دوم ما و شما چی است؟ توان کسری و قوانین آن. آلی اگه توان ما کسری باشد، مثلا توان ما 1 بر 2 باشد، 1 بر 3 باشد، 4 بر 5 باشد، 5 بر 2 باشد، صحیح؟ پس اگر توان ما و شما کسری باشد به چه شکل میشه؟ توان صفر و توان منفی رو خواندیم، درست است؟ توان صفر گفتیم هر عدد به توان صفر چند میشه؟ 1 میشه. توان منفی رو گفتیم اون عدد در مخرج میبریم، توان چی میشه؟ مثبت میشه. 2 به توان منفی 5 چند شد؟ شد 1 بر 2 به توان 5 یا 1 بر 32. درست است؟ خب شاگرد عزیز، پس بریم سر تخته، ما تخته رو پاک کنیم برات و بگم که توان اعداد کسری به چه شکل میشه. اگه توان ما کسری باشه به چه شکل میشه؟ خب شاگرد عزیز، توان کسری، درست است؟ پس من نوشته کنم توان کسری رو ما و شما قرار است بخونیم. توان کسری یعنی اگر توان ما و شما کسری باشد، صحیح؟ به عنوان مثال داشته باشیم چی؟ مثلا باشد 5 به توان 1 بر 2، جواب ازی چند میشه؟ 5 به توان 1. توان ما و شما چی است؟ کسری است، 1 بر 2. جواب ازی رو میخواییم بفهمیم. توان مثبت رو خب فهمیدیم چی است دیگه، نه؟ بلد هستیم، از قبل یاد داشتیم. توان دیگه چی؟ توان صفر و منفی هم خب یاد گرفتیم. همال برد گفتم دیگه، مثال کار کردیم. توان صفر چند بود؟ 1. آفرین. توان منفی چه رقم بود؟ در مخرج میبردیم و او چی میشد؟ توانش مثبت. نکته شاگردای عزیز، اگر در مخرج توان منفی باشه رو در صورت میاریم، توان چی میشه؟ مثبت میشه. فکرت باشه. از صورت در مخرج ببری، توان منفی مثبت میشه. از مخرج در صورت ببری، توان چی میشه؟ علامه از عوض میشه. مثبت باشه منفی میشه، منفی باشه مثبت میشه. صحیح؟ خب بس اینو خواندیم. اما اگر توان ما کسری باشد، 1 بر 2 یا 5 بر 2، 3 بر 2 فرق نمیکنه، 3 بر 3، 4 بر 4، 4 بر 5، هر چی باشه کسری باشد، به چه شکل میشه؟ من یک تا قاعده برای یک نکته برات میگم، اون نکته با توجه به نکته ما میتونیم این توانای کسری رو چه دریافت کنیم، جواب چند میشه. صحیح؟ پس من نکته رو برات میگم. نکته بسیار مهم. اگر ما یک عدد داشته باشیم، صحیح، توان از چی باشد شاگرد عزیز؟ توان از باشد m بر n، کسری باشد که صورت ما m باشد، مخرج ما n باشد. به شکل الا m ما چند است؟ 1 است. n ما 2 است. صحیح؟ پس اینو به شکل نوشتم کن، جواب از این میشه جذر a به توان m با درجه n. پس فکرت باشه توان کسری ما به جذری باید تبدیل کنیم. پس اینی صورت، عددی که در صورت است در توان میره و عددی که در مخرج است در چی؟ درجه جذر میره. فکرت باشه. پس با توجه این نکته بسیار نکته مهمی است. صحیح؟ پس این نکته رو من دورش خط میکشم که بفهمی.
چشمان با دیگر رنگ بکشم که دقیق بفهمیم نکته بسیار نکته مهمی است. صحیحست؟ این نکته بسیار نکته مهمی است. پس اگر ما توان کسری داشته باشیم او رو باید به چه شکل نوشته کنیم؟ به جذری. این عدد صورت در توان میره و عدد مخرج در درجه جذر نوشته میشه. پس در اینجا 5 به توان 1 بر 2 چه میشه؟ پس این رو میتونیم نوشته کنیم جذر 5 توان از چند است؟ اینی عدد صورت 1 از توان 1 درجه چند؟ درجه 2. خب ما و شما رو میفهمیم درجه رو معمولا درجه 2 رو نوشته نمی کنیم. پس چی میشه؟ جوابش میشه جذر 5. صحیح؟ توان 1 هم خوب نوشته نمیشه. پس 5 به توان 1 بر 2 رو میتونیم نوشته کنیم جذر 5. جذر 5 با ماشین حساب حساب میکنیم یا طریق عمومی جذر یاد داریم دیگه نه؟ چند میشه؟ 2.1 میشه تقریبا. صحیح؟ پس ما خیلی آسان توانستیم توان کسری رو دریافت کنیم. درست است؟ خب یک تا مثال دیگه. مثلا ما داشته باشیم x به توان 3 بر 2. صحیح؟ اینو با چه شکل نوشته کنیم؟ x به توان 3 بر 2 را گفتیم به شکل جذری. آفرید. پس این نوشته میشه به شکل جذر x توانش چند میشه؟ توانش 2 میشه یا 3؟ بگو شاگرد عزیز. آفرین شاگرد عزیز. پس چی میشه؟ توانش چی میشه؟ توانش 3 میشه. یعنی عدد صورت در توان میره و یعنی عدد مخرج در چی؟ در درجه جذر میره. پس میشه x به توان 3 با درجه 2. صحیحست؟ پس فهمیدید چی شد دیگه؟ این نکته بسیار مهم است. اما قواعدش چی است؟ قواعدش اما قواعدی که قبلا داشتیم، یعنی اگر ضرب اعداد تواندار باشد قاعده از اون یا پایه‌ای از اون مفاهیم باشد، یک تا از پایه‌ها رو نوشته می‌کنیم قاعده توان‌ها با هم چی میشه؟ جمع میشه. صحیح؟ و اگر توان‌ها مساوی باشد یک تا از توان‌ها رو نوشته می‌کنیم پایه‌ها یا قاعده در هم ضرب میشه. اینا یاد تا نفس دیگه نه. من مثال برات کار می‌کنم. به عنوان مثال 2 به توان 1 بر 3 صحیح ضرب در 2 به توان 1 بر یا بگیم 2 بر 3 2 بر 3 جواب چی میشه؟ خب این ما قوانین دو یاد داریم دیگه از قبل دیگه نه؟ قاعده مساوی سردش دو است. توانایش فرق میکنه. در ضرب هم چی میکنیم؟ یک تا از قاعده را یعنی پایه را یا قاعده را نوشته میکنیم. توانایش با هم چی میشه؟ جمع میشه. وقتی ضرب بود توانا با هم جمع میشد. پس 1 بر 3 جمع 2 بر 3 صحیح؟ پس میشه 2 به توان 1 بر 3 جمع 2 بر 3. خود دو تا عدد کسری رو با شما با هم جمع دو عدد ناطق با هم جمع کنیم چه رقم جمع میکردیم؟ گفتیم مخرجش اگر مساوی باشد یک تا از مخرج ها رو نوشته میکنیم. صحیح؟ 3 رو نوشته میکنیم. صورت ها باید با هم چی شوه؟ جمع شوه. 1 مثبت با 2 مثبت جواب چند میشه؟ 3 مثبت. پس 2 به توان 3 بر 3 3 بر 3 چند میشه؟ 1 میشه. پس جواب از 2 به توان 1 2 به توان 1 هم چند است؟ خود عدد 2 است. پس این قواعد که ما شما یاد داریم. اما اعداد طبیعی آل اعداد چی است؟ اعداد کسری هم باشه هیچ فرقی نمیکنه. درست شد؟ پس فقط نکته ما شما این است. اگر ما چی داشته باشیم عدد ما توانش کسری باشد او رو بفهمیم چند میشه باید به چی تبدیل کنیم؟ به جذری. درست است؟ یک تا مثال دیگه از این کار کنم. به عنوان مثال 5 به توان 1 بر 2 کلن به توان 1 بر 3 است. خب شاگردای عزیز یک عدد تواندار دوباره به توان برسد چی میشد؟ یادتان است؟ گفتم قاعدش همون قاعده میشه. توانهایش در هم چی میشه؟ ضرب میشه. یک از نکات بود گفته بودن جلسه قبل نه. پس قاعده همون 5 1 بر 2 ضرب در 1 بر 3 باید شوه. پس 1 بر 2 ضرب در 1 بر 3. پس به این شکل میشه 5 به توان 1 بر. خب ضرب کسری رو ما شما یاد داریم. صورت در صورت ضرب میشه، مخرج در مخرج. 1 1 چند میشه؟ صورتش میشه 1 2 3 6. پس میشه چی؟ 5 به توان 1 بر 6. اینو گفتیم باید حال توان چی است؟ کسری است. اینو باید چیکار کنیم؟ به شکل جذری نوشته کنیم. خب چی میشه؟ میشه جذر 5 به توان 1 با درجه 6. صحیح؟ پس جواب از چند شد؟ جذر 5 به توان 1 با درجه 6. صحیح؟ پس چه رقم شد شاگرد عزیز؟ پس این نکته ما و شما درس دوم ما اینیسته که یک عدد اگر توانش کسری باشد او رو باید به چه رقم تبدیل کنیم؟ بعد جذری تا بتونیم رو حاصل از رو دریافت کنیم. درست شد؟ خب شاگرد عزیز پس چی است؟ این هم از درس دوم ما. درس دوم توان کسری و قوانین آن. درست است؟ خب پس اینم تیک مارک میکنم. پس این هم چی است؟ این رو ما و شما خواندیم. فقط چی میمانه؟ درس آخر ناطق سازی یا گویا کردن مخرج کسر. پس بریم سر تخته که ما با مثال و اعداد برای تشریح کنیم که بفهمی ناطق سازی چی است. درست است؟ خب
شاگردای عزیز، ناطق چی است؟ اعداد ناطق یا تان است؟ گفته بودیم دیگه، نه قبلا خواندیم. اعداد ناطق اعدادی که کسری باشد، درست است؟ و دیگه چی؟ دیگه باید صورت و مخرج از او جزری نباشد، فکرت باشه، یعنی شامل اعداد چی باشد؟ تام باشد. اینو میفهمیم دیگه، نه؟ پس ما چی داریم؟ اعداد ناطق داریم و غیر ناطق داریم. سیست؟ اعداد غیر ناطق چه رقم بود؟ اعداد جزری، فکرت باشه، غیر ناطق. اعداد جزری که او جزر از پوره نیست دیگه، نه؟ جزر 4 میشه 2. اون خود جزر 4 خود چی؟ ناطق است. چون 2 میشه، بهش میتونی مخرج یک بدی، چی نوشته کنی؟ اون ناطق نوشته کنی، کسری نوشته کنی. اما جزر 5 چی است؟ غیر ناطق است. جزر 6 غیر ناطق است. جزر 9 ناطق است. چون جزر 9 چند میشه؟ پوره میشه، جوابش میشه 3. جزر 16 4 میشه، آفرین. پس اون هم چی است؟ ناطق است. اما جزر 20 چی است؟ ناطق نیست. به اون میگیم غیر ناطق. سیست؟ بعضی از کتاب ها او رو عدد گنگ هم بهش میگن. عدد گنگ یا عدد غیر ناطق فرق نمیکنه. سیست؟ خب، پس ما و شما در عنوان آخر درس ما و شما چی است؟ ناطق سازی. پس ناطق سازی یا میگیم گویا کردن مخرج کسر. یعنی ما و شما اگر یک عدد کسری داشته باشیم، به عنوان مثال یک بر جزر 2، صحیحست؟ این عدد صورت از چند است؟ یک است. مخرج چی است؟ جزر 2. جزر 2 ناطق است؟ میگیم نه خیر، جزری گفتیم جزرایی که پوره باشه اون ناطق است، اما جزرایی که پوره جواب نداشته باشد اونا ناطق نیست. جزر 2 ناطق نیست، غیر ناطق است. در ریاضیات شاگرد عزیز دقت کن، در ریاضیات که ما و شما میخوانیم تا آخر که میخوانیم، بهتر است که چی باشه؟ مخرج ما و شما ناطق باشه. اگر صورت غیر ناطق بود زیاد گپی نیست، اما مخرج باید چی باشه؟ ناطق باشه. چرا؟ چون ما اگر مخرج مشترک میگیریم، کدام ضرب میکنیم یا تقسیم میکنیم، مخرج وقتی چی باشد؟ ناطق باشد، آسان تر میشه. صحیحست؟ پس بهتر است چی باشد؟ مخرج ما و شما ناطق باشد. پس به او خاطر ناطق سازی منظورش یه است، یا گویا کردن مخرج کسر. ما بعضی وقتا کسرهایی داریم که مخرج از او چی است؟ غیر ناطق است. ما باید چی کنیم؟ او را ناطق بسازیم، به شرطی که کسر ما تبدیل نشوه. صحیحست؟ یک نکته شاگردای عزیز، این خب ما شما میفهمیم، عدد 1/5 ما اگه این را بیاییم صورت این مخرج زیر ضرب در 2 بسازم، صورتش باید ضرب در 2 بسازم 100% تا تبدیل نشود دیگه، نه؟ این چی میشه جوابش؟ اگه ضرب در 2 کنیم میشه 2/10. 2/10 با 1/5 مساوی است؟ بله، 1/5 با 2/10 مساوی است. پس ما اگر یک کسر صورت مخرج از اون در یک عدد ضرب کنم، عدد غیر صفر را فکرت باشه، عدد غیر صفر ضرب کنم، او جواب آخر چی میشه؟ با عدد اول چی میشه؟ مساوی میشه. اینو ما و شما قبلا میدونستیم، درست است؟ من از این نکته استفاده میکنم. پس ما بعضی وقتا عددهایی داریم که مخرجش چی است؟ غیر ناطق است. ما باید او رو چی کنیم؟ ناطق بسازیم. صورت غیر ناطق باشه مشکلی نیست، وقتی ما این رو انجام میدیم صورتش غیر ناطق میشه، ولی مخرج ناطق میشه. صحیحست؟ پس باید مخرج ناطق بسازیم. پس ناطق سازی منظورش چی است؟ که گویا کردن مخرج کسر یا ناطق سازی مخرج کسر. صحیحست؟ پس این ما از این نکته چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. خب شاگردای عزیز، اینم یه عدد ما و شما اگر بخوام چی کنیم؟ ناطقش کنیم، ناطق سازی کنیم، مخرج گویا بسازیم، باید چی کنیم؟ ما و شما میایم صورت مخرج اینم یه عدد ضرب در خود مخرج میکنیم. صحیحست؟ پس ضرب در جزر 2، ضرب در جزر 2، ضرب جزر 2 بسازیم چی میشه؟ پس مساوی میشه با، خب ضرب جزر رو یاد داریم دیگه، نه؟ یا تو نفس دیگه، عدد پشت در عدد پشت ضرب میشه، عدد زیر جزر تحت جزر در عدد تحت جزر ضرب میشه. یعنی یک چی است؟ عدد پشت جزر حساب میشه دیگه، نه؟ پشت یعنی دو هم یک، جزر دو هم یک، یک است. یک ضرب در یک میشه یک، پس یک جزر 2 که میتونیم یعنی یک نوشته نکنیم، فرق نمیکنه. صحیحست؟ اما در مخرج، در مخرج اگه ضرب کنیم تحت جزر با هم دیگه ضرب میشد، یا تو نفس دیگه، نه؟ عدد پشت در هم یک ضرب در یک میشه یکش، نوشته نمیکنم، دو ضرب در دو پس میشه جزر 4. جزر 4 چند میشه؟ پوره جواب دارد دیگه. جزر 4 چند میشه؟ 2 میشه. تا جواب از این میشه جزر 2، یعنی یک پشت نوشته نکردم، تقسیم بر 2. پس چی شد شاگردای عزیز؟ مخرج ما چی شد؟ ناطق شد. صحیح؟ پس فهم چی رقم شد؟ پس برای ناطق سازی یا گویا کردن مخرج کسر، اگر ما و شما کسر داشته باشیم مخرج ناطق نباشد، صورت و مخرج، اما کسر دم خود مخرج ضرب میکنیم. صحیح؟ دم خود مخرج ضرب میکنیم. یک تا مثال دیگه کار کنم. مثلا یک تا مثال دیگه چی داریم؟ مثال دیگه بود، من یک تواشیر بگیرم. 3/5
خب صورت مخرج در چی باید ضرب کنیم؟ بگین آفرین بچه به جذر پنج دم خود مخرج گفتیم باید ضرب کنیم دیگه نه؟ پس ضرب داره جذر پنج در اینجا هم ضرب داره جذر پنج صحیح؟ پس چی میشه؟ پس به این شکل میشه مساوی میشه با صورت از چی میشه؟ دقت کنی سر در پنج ضرب نکنه یا این عدد چی است؟ تحت جذر است؟ این عدد پشت جذر حساب میشه پس این میشه در پشت از چند است؟ یک تا یک داریم در اینجا نه؟ پس این سه در یک ضرب میشه سه یک سه جذر پنج هم خودش نوشته میکنه پس شد سه جذر پنج در مخرج چی؟ اما پنج زیر اردوش تحت جذر است پس پنج پنج بیست و پنج پس میشه جذر بیست و پنج جذر بیست و پنج هم چند میشه؟ پنج میشه پس میشه سه جذر پنج بر پنج صحیح؟ پس چی شد؟ ناطق شد مخرج ما دیگه چی؟ ناطق شده غیر ناطق نیست فهمیدی؟ پس شاگردان عزیز پس اگر ما و شما یک دانه عدد داشته باشیم که مخرج غیر ناطق باشد برای ناطق سازی باید چیکار کنیم؟ هم صورت هم مخرج در خود مخرج ضرب میکنیم درست است؟ پس این نکته شدید اما اگر ما و شما به این شکل سوال که یک کمی اگر بخوایم مشکل ترش کنیم یک تا مثال مشکل تر رو کار میکنم و بعد خلاص میشه دقت کنید با عنوان مثال ما داشته باشیم دو بر جذر x با درجه 3 صحیح به این شکل است جذر x با درجه 3 پس x است جذر x فرق نمیکنه x یه عدد باشه فرق نمیکنه درجه چند است درجهش 3 است خب شاگردای عزیز دقت کنید اینا ما در چی ضرب کنیم در اینجا درجه دو بود درجه دو بود خواه آسان بود دیگه نه در خود مخرج ضرب میکنه اما در اینجا درجه سه است فکرت باشه ما در اینجا ضرب در چند میکنیم ضرب در همین مخرج میکنیم x با درجه سه ولی دقت کن توان از این چند است توان از این که توان داره یک است نه درجه چند است درجه سه مگه توان از این یک بانوم خود زختی ضرب کنیم قاعده مساوی است یک از قاعده رو نوشتم میگم توانش با هم جمع میشه یک جمع یک چند میشه دو میشه باز دو کدر سه خلاص نمیشه صحیح؟ پس چی میکنیم؟ باید دیره حتما درجه دیره توان دیره چند بانیم؟ توان دیره دو بانیم که دوی که دیره یک جمع میشه شوه سه بازیش درجه سه خلاص شوه پس فکرت باشه اگر درجه سه بود تو اون مخرج ضرب میکنی ولی توانش چند میمانی؟ توانش دو میمانی که اینی توان دو با اینی توان یک چی شوه؟ سه شوه اونو درجه رو خلاص کنه صحیح؟ پس چی میشه؟ ضرب داره جذر x به توان دو با درجه سه پس به شک میشه مساوی میشه با خط کسری صورت میشه دو جذر x مربع با درجه سه اما مخرج چی میشه؟ میشه جذر با درجه سه x به توان این دو که این یک جمع میشه میشه سه صحیح؟ خب حالا x به توان سه با درجه سه هم چی رقم نوشته میتونیم؟ توان چی هست؟ گفتیم به توان کسری یا تا نست دیگه اما عمال گفتیم دیگه نه؟ اگر ما x به توان m بر n داشته باشیم پس میشه جذر x به توان m با درجه n ما از این بر به این بره داریم از این بر به این بره میتونیم نوشته کنیم دیگه صحیح؟ یعنی چی؟ یعنی توان از اگه تحت جذر باشه توان از در صورت میره درجه در مخرج میره پس این هم به این شکل است توان از در صورت درجه در مخرج پس به این شکل میشه نگاه کنید چه گرد عزیز؟ پس جذر x به توان 3 با درجه 3 اگر باشد میتونیم نوشته کنیم x به توان 3 بر 3 یعنی 3 در صورت یعنی 3 در مخرج پس 3 بر 3 چند میشه؟ 1 میشه. پس میتونیم نوشته کنیم x به توان 1. x به توان 1 هم همون x است دیگه. پس میتونیم به این شکل بگیم. این 3 رو با این درجه و 3 کلن چی میکنیم؟ خلاص میکنیم. پس همون x تحت جذر خارج میشه. این هم یک نکته میتونیم بگیم. صحیح؟ پس چی میشه؟ این 3 رو که دیدیم جذر خلاص میکنیم. پس مساوی میشه با 2 جذر x مربع. با درجه 3 اما در مخرج فقط یک تا چی میمانه؟ x میمانه پس مخرج ما و شما چی شد؟ ناطق شد دیگه جذری نیست تحت جذر نیست صحیح شد پس شاگرد عزیز فهمیدین دیگه نه؟ پس این هم چی هست؟ ناطق سازی یک تا کف یا میگیم گویا کردن مخرج یک کف درست شد؟ خب شاگردای عزیز پس چی هست؟ این هم از ناطق سازی یا گویا کردن مخرج کف پس این هم تیک مارک میکنیم پس این هم چی است؟ خلاص شد. صحیح؟ پس فهمیدی دیگه نه؟ خب شاگردان عزیز کارخانگی. کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحات 28 و چند 32 کتاب باید حل کنید با ما روان کنید. چه رقم گفتیم روان میکنید؟ از طریق واتساپ در نمبر 20964-780-255-4013 اگر کدام سوالی هم دارید میتونید با ما در ارتباط شوید. درست است؟ خب شاگردان عزیز و گرامی پایان فصل اول ما و شما خلاص شد. مانده نباشین شاگردای عزیز خسته نباشین مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند مهربان می سپارم